دیدن کی اومدی؟ داداش ابرار که دیگه تو این دنیا نیست. اوه، نکنه از طرف دفترش اومدی، مگه نه؟ چطوری آبده؟ غمه به این بزرگی سرت اومد، من نمیدونستم. ببین پسرم، بهتره برین داخل حرف بزنیم، دم در اینطور حرف زدن خوب نیست. بفرما. بفرمایید، بفرمایید داخل. میتونید کنجکاویتون رو برطرف کنید. بفرمایید، من ازتون پذیرایی میکنم. بفرمایید، بفرمایید. دختر یه زبون درست. این که اینقدر زبون تند و تیزی داشتی رو میدونستم، ولی اینکه اینطوری بخوای یکی رو سر جاش بنشونی، حتی فکرشم نمیکردم. متاثر شدم. دلیلی نمیبینم متاثر بشی. وقتی من عصبانی بشم دیگه مراعات کسی رو نمیکنم. چه دلیلی داره برای یه موضوع به این کوچیکی اینقدر عصبانی بشی؟ تو نیومده بودی به من کمک کنی؟ تو نه شما. بیخیال، این که چرا این حرفو میزنم و بعدن توضیح میدم. باید در مورد قتل بابا حرف بزنیم، بریم. فهیمه، ظاهراً به نظر نمیرسه که قتل باباتون برنامه ریزی شده. به نظر میاد یه درگیری خیابونی بوده. برای بستن اینجور پرونده پلیس خیلی دست به بازی داره. یه عموی پلیسی دارم ولی باهاش ارتباطی ندارم. ولی حالا باید بریم ببینینش. حالا که شما میگین حتما میرم دیدنش. آبده، برو براشون چای بیار. شما چیزی میخواین به من بگین؟ شما میخواین با عابده ازدواج کنین؟ الان؟ الان نه، بعد مراسم چهلوم پدرم. اگه تو این دوره خونوادتون رو بفرستین خواستگاری، اینطوری خیلی بهتر میشه. من که با این ازدواج هیچ مشکلی ندارم. میمونه حرف مامانم که جوابشو میدونم، قطعا اونم مخالفتی نداره. اگه نظرتون عوض شد چی؟ راستش من همیشه به ثابت کردن اعتقاد دارم. چی رو میخواین به آبجی من ثابت کنین؟ ایشون که ثابت کردن، فقط با یه تماست اومدن اینجا. آدمای درست اونایی هن که پنهونی و یواشکی نمیان. آبجی، شما دیگه ازم عصبانی نیستی؟ نه، امروز برای اولین بار کار خیلی خوبی کردی. چایتون سرد نشه، منم میرم غذای سمیو بهش بدم. گرسنه شدی عزیزم؟ داداشت خیلی کوچیکه. تا جایی که من میبینم این بچه میتونه تو زندگیتون تأثیر منفی داشته باشه. امروز اولین باری بود که بغلش کردم. این داداشم تمام خوشی زندگی آبجیمو ازش گرفته. اونایی که این بچه رو برای عصای پیریشون به دنیا آوردن، خودشون تو این دنیا نموندن. زندگی همینه دیگه، به یه چیزی فکر میکنی یه چیز دیگه میشه. دیگه نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. تو نگران نباش، همین که پرونده بابات حل بشه برای مؤمنه هم یه کیس مناسب پیدا میکنی. خیلی ممنونم ازت که به ما اینقدر کمک میکنی.
چایی بخوریم؟ به به چه روزی امروز، این چایی خوردن داره. ببینم این مزه‌اش چطوره. هی مومنه، باید بری بیرون خریدای خونه رو بیاری. از بس حد از خوردم دیگه واقعا حالم داره بد میشه. آهان، شیرم حتما بگیر. باید شب و بعد از خوردن داروهام حتما یه لیوان شیر گرم بخورم، برام واجبه، وگرنه فشار خونم میفته و حالم خیلی بد میشه. چی؟ من بیارم؟ ولی بابا تمام پولا رو پیش شما میذاشت، به من که هیچ پولی نمیداد. همون یه مقدار پولی هم که داشتم برای سمی وسایل خریدم. نو بره، حالا دیگه بعد مرگ بابات همه تقصیر افتاده گردن من؟ آره؟ ها؟ تو چی فکر میکنی؟ نکنه با خودت فکر کردی من دارویی باباتو مصادره کردم؟ خودم هیچ کاری ندارم. در ضمن خانم، تو که خیلی خوب باباتو میشناختی، در جریان بودی که اون آدم چقدر خسیس بود. حساب پولایی رو که میداد داشت. پس دختر جون، پیش من پولی نیست، همش توی جیب خود بابات بود. حالا خدا میدونه پولا کجا. حواست باشه پشت سر بابام حرف نزنی. مگه به چی گفتم؟ فقط در همین حد گفتم که بابا خرج خونه رو به شما میداد. که اینطور؟ پس یه کاری کن، کفشاتو در بیار و بزن تو سر من. میتونی از موهام بگیری، از خونه بیرونم کنی، پول پیشم نیست و خرج شده. تو بگو چی کار کنیم، چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ کاری نمی کنیم، به زندگی ادامه میدیم. با شکم گرسنه زندگی میکنیم، حداقل دستمونو پیش غریب و آشنا دراز نمی کنیم، همینجوری میشینیم. دلیلی نمیبینم که بخوای اینجوری به من تیکه بندازی. من قبل ازدواجم برای خودم رئیس بودم، تو خونم لذت دنیا رو میبردم و کارم داشتم، فقط مسئولیت قاسم با من بود. با اومدنم به اینجا برعکس مسئولیتام زیادترم شد. حالا شکم این ستایتمو چجوری سیر کنم؟ همتون بلای جونم شدین. از یه طرفم تو ادم، شما خجالت نمیکشین؟ بذار ادم تموم بشه، میرم یه جایی کار میکنم تا بیارم شکم شما رو سیر کنم. الان از کجا پول بیارم؟ بابا بود حداقل پیش مهمون آبروداری میکرد. اگه نمیتونین آبروداری کنین، حداقل ساکت بمونی، به خاطر شما رفت. خب خدا رو شکر که بالاخره از خودمون رفتنی شد. ها؟ خوب گوش کن دختر جون، مهمون برای یکی دو ساعته، نه اینکه بیا 4-5 ساعت برای دلت بشینه. بگیم ببینم، این بی‌حیایی بودنتون رو از کی شروع کردین؟ شما هم که بزرگی بالا سر ندارید، نمیفهمم از دست شما برم به کی شکایتتون رو بکنم. تو فامیلتون هم اگه بزرگی بود، اون وقت میدیدم که چطور این کارهای بی‌شرمانه رو انجام میدادین. اگه فک و فامیل بیداشتیم، شما الان تو این خونه نبودی. چون اگه تو خونمون بزرگتر بود، اون مانع اشتباهات بابا میشد. آبده، یه چیزی بگم اگه ناراحت نمیشی. چی بگین؟ به نظرم رفتار همسر دوم بابات اصلا خوب به نظر نمیرسه. منظور؟ منظورم اینه که یه عضو جدید تو خانوادتون اومده، پلیس میتونه به اون خانوم مظنون بشه. به اینجاش فکر نکردم. خوب میدونم که غمت خیلی بزرگه، و به جای اینکه تو خونه بشینی مثل بدبختا گریه و عزاداری کنی، داری دنبال قاتل بابات میگردی. این پشت کارت رابطه ما رو قوی تر از قبل کرد. رابطه ما؟ آره، من با مؤمنه در موردش حرف زدم. نکنه تو اعتراض داری؟ ممکنه داشته باشم. تو خیلی با پشت کار رو در این حال پیچیده هستی. خب الان میریم کلانتری، این قضیه از خواسته من کاملا جداست. بریم داخل.